عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید با کسانی که در رویداد اخیر ولایت میدانوردک غفلت وظیفه‌ای کردند برخورد جدی صورت میگیرد. آقای عبدالله روز دوشنبه در جلسه نوبتی شورای وزیران این را تایید کرد که در رویداد اخیر ولایت میدانوردک با پلیس محلی همکاری لازم صورت نگرفته است. بررسی های ابتدایی میره نشان میده که همکاری با این نیروها صورت نگرفته، اینا مقاومت کردن تا حدی که امکان داشته و بالاخره تلفات دادن. مسئله بسیار جدی است. وی در این مورد از توظیف یک هیئت حقیقت‌یاب خبر داده و گفت که این موضوع پس از بررسی ها به طور کلی روشن خواهد شد. در این حال محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور گفته است که این حمله بی پاسخ نخواهد ماند. در یک اعلامیه ریاست جمهوری گفته شده که رئیس جمهور غنی آیت را موظف ساخته تا عوامل این رویداد را با دقت مشخص کرده و نتیجه آن را به ریاست جمهوری ارائه کند. حدود 30 پلیس محلی شب پنجشنبه هفته گذشته در ولسوالی جلریز ولایت میدانوردک در یک حمله طالبان مسلح کشته شدند. شماری از فعالان جامعه مدنی نیز در نشست‌های جداگانه رویداد ولسوالی جلریز را تقبیح کرده و مقامات مسئول را مورد انتقاد قرار دادند که در قسمت رسانیدن کمک به پلیس محلی بی‌توجهی کردند. از سوی دیگر جاوید کوهستانی کارشناس مسائل سیاسی و نظامی افغان به رادیو آزادی گفت میان نیروهای امنیتی افغان هماهنگی لازم وجود ندارد. وی گفت ضرور است تا به خاطر جلوگیری از همچون رویدادها در آینده یک قطعه محاربه ایجاد گردد.